ببین آقا تون به تیراک میخوره. سراموش ناسین همون توی دستش نیشن موشیه. چیکارش داری؟ قرار داشتیم با هم. قرار چی؟ هرچی میشناسیش یا نه؟ آره ما نه ما هم کسی رو نمیشناسیم. با چی وسطی دارید منو سیمدین میکنید؟ همینجوری خدافز. ای وایسا برو به اونی که میشناستش بگو بیاد. بودو باریکلا کار واجب دارم. چطوری کپل؟ راست دو تومن داری من بدی؟ خودش کجاست؟ نمیدونم. کی هستی تو؟ رفیقشم. از کی تا حالا؟ از هر وقت. حسودیت شده؟ من حسودیم شه؟ من خودم رفیق فابریکشم. پس چرا آمارشو نداری رفیق فابریک؟ خیلی هم دارم. موندم واسه چی باید به تو بدم؟ نمیخواد بابا. اصلا نگو. وایسا! وای! وایسا دیگه! با تو هم! حد اقل از یه چیزی بگو. اگه من دهش بگم. سلام. سلام سهرام خوبی؟ کلی ماجرا داشتم. میشنات خوشم. نه بابا حواسم هست. ببین یه پسر اومده بود دم خونه آمارتو میگرد. چی بود؟ اسمشو نگو. ولی تو رو به اسم میشناخ. بعدش هم گفت رفیقته. این لطو لطو. چرا که بعدی همچون دروغو بگرد؟ مشکوکه دیگه. با دنبال چی بود؟ دنبال تو. میدونم. میگم من اصلا از کجا میشناخ؟ من چیکار کنم؟ نمیدونم. اگه این دفعه اومد یه اسم آدرس ازش بگیر بشناسیم. آره بابا خیلی مشکوکه. سنگین تو بر ندار. نیست راحتم. حالا کی هستن مهمونا؟ الان میری میفهم. فقط بعدش میشه برم اون خونه پیش آشه؟ آخه کلی برنامه داریم بعدش. بوتو بوتو عزیزم کجا چی میخواد؟ ببخشید واقعا ببخشید. سلام. سلام مهمون جان. خوبی؟ قربونت خوبی. ببخشید و واقعا ببخشید دیرستم. سلام حمیدا کجا داریم میری؟ ما خیلی دیرمون شده عزیزم باید بریم فرودگاه. کاش میمونه یکم میدیدمتون. نه دیگه نمیتونیم. بیام پس پسرم بهتون معرفی کنم. سهرا. سلام عزیزم خوش اومدی به این خونه. فرون خواهر بابک. عمته. و حمیدا همسرش. شوهر عمته. خیلی خوشبختم. اعلام خانم خیلی تعریف شما رو میکنه. تعریفی دیگه واقعا. آره ماشاءالله. سهرا ایشون هم آرزو خانم دختر گلمون که دو سه روز مهمون ماست. شرمنده الهام جون زحمت ما همیشه گردن شماست. این چه حرفی خواهرم؟ مرسی بزنم. آرزو مامان اذیت نکنی یا مرغب خودت باشه. با اجازه خدا حافظ. سفر به سلامت. از دست بدیم همه برنامه همون برنامه. مصاری وسیع رو. بابر. بزا برم به سفر برم. اون فامیل مایی. الهام جون. حالی که اون اتاق پر شده من باید وسیلامو کجا بذارم؟ تو قراره دو سه روزی مهمون من باشی تو اتاقم. میدونی سهراب قضیه اینه که تا قبل از اینکه تو بیای پیش ما آرزو هر وقت میمت کنه ما شب تو اتاق تو میخوابه. فکر کنم به خاطر همین الان یکم حسودیش میشه. چرا حسودیش میشه؟ بیاد اتاقم و من میرم جای دیگه. نمیشه که اون اتاق توی مال توی فقط خواستم میگم اگه هرگز از چیزی گفت تو بذاری نگید یکم ناز نازدی. چشم الهام جون بریم؟ بریم که هنوز کلی خرید مونده. بریم بچه ها. ولی خریدهای خیلی خوبی کردی. آره من اون پیرهن نارنجی رو خیلی دوست دارم. مبارکت باشه عزیزم. سهراب سهراب جان پوشیدی؟ وای هم رنگش خیلی قشنگه هم مدلش بهت میاد. نه رنگش خوشگله نه مدلش بهش. خب اون وقت به نظر شما چی بهشون میاد؟ گشنگی. بریم یه جایی چیزی بخوریم؟ میشه بریم فلافل بخوریم؟ آره اتفاقا خودم خیلی وقت حواس فلافل کردم. فلافل که غذا نیست. پس چیه؟ الهام جون بریم یه جا پیتزا بخوریم. من عاشق فلافلم. من از فلافل متنفرم. خیلی خوشمزه است. بچه‌ها
میریم یه جایی که هم پیتزا داشته باشه هم فلافل. قبوله؟ بله. بریم. دستمال مرطوبه. دست رو باش ضد عفونی میکنه. دستت چی شده؟ هیچی. از که اینجور شدی؟ از اولش. این از همون موقع که اونجا بودی؟ اونجا کجاست؟ همونجا دیگه. مامانم گفته اسمشو بهت نگم، ناراحت میشه. مامانم دکتره. بچه ها یه لبخند خوشگل بزن، میخوام ازتون یه عکس بگیرم یادگاری. من نگاه کنیم الان. خیلی الهام جون الان مگه چشه؟ لباسای سهراب با عکس گرفتن نیست. وا مگه برای عکس گرفتن لباس مخصوص باید بپوشی؟ آدم با هر لباسی که عکس نمیگیره. خب تو نگی سهراب. خب معلومه که نمیگیره. آرزو جان اصلا ولش کن این عکسو، غذامونو میخوریم بعدش میریم یه جای خوشگل عکس میگیریم. بفرمایید غذامون هم رسید. دست شما درد نکنه. به به فلفل خیلی خوشمزه. انگار چی؟ یه موش میخورد برداشتن لهش کردن سرخش کردن بهش میگن غذا. پیتزا چیه؟ نون پنیر بورژه. آدم با دهن پر حرف نمیزنه. ایوا الهام جان به چی اینجوری میخندی؟ به تو. سهراب آرزو جان من که اصلا به تو نخندیدم. آرزو فر کرد بهتر. سهراب آقا رو صدا کن بگو غذا رو برامون بسته‌بندی کنه بریم خونه بخوریم. پولش هم حساب کن. سهراب وسایل رو بیاری. آرزو سهراب اینا رو بده من، باید برگردیم پاساش. چرا؟ انگشتر آرزو گم شد. آرزو جان خوش خوش عزیزم بریم پیداش کنیم. آرزو خوش میریم دنبالش میگردیم پیداش میکنیم. اگه پیدا نشد چی؟ من بهت قول میدم که برات پیداش کنم. یادگاری مامانم بود واسه تولد بهم داده بودش. میدونم به خاطر همین دارم بهت میگم. من بهت قول میدم که پیداش کنم. بریم شده. شما این روی انگشتر ندیدین؟ نه انگشتر چی؟ دقیقا همینجا بود. نه این میزم الان تمیز کردم. چه انگشتر الان میخوای باز بگرد زیر میزو. کنی. ببخشید من خودم جمعش میکنم. الان خانم کو داره دنبال تو میگرده. تازه خیلی هم نگران بود. کجاست؟ کجایی تو؟
من 2 ساعت دارم دنبالت میگردم. اینو پیدا کردم. به من قربونت برم آرزو. از کجا پیداش کردی؟ از تو صداش کن. دستتون کثیفه. دستتون دیگه هم از دست در نیاد. چشمون سیاهت توچه کردی با دلم مثل آهو چشام درشته. تو چه حرفی داری با دلم؟ باریکلا قشنگ میخونی، دهن گرمی داری. ببینم رفیق فابریک سهراب تویی؟ چی کار داری باش؟ بخوام باش حرف بزنم. کجاست؟ تو چه حرفی داری با اون؟ خیلی حرفا، حرفای مهم راجب ننه باباش. چی هستی شما؟ یه غریبه که خیلی چیزا میدونه. اگه راست میگه خیلی چیزا، تو چند نرفتی به رئیس اینجا بگی؟ از همون اول با دوزو کلاکی رو فرستادی جلو. از این بزن برم با آرزو. بیا اینجا، این دوتا مرد میخواییم با هم دیگه حرف بزنیم. پسر گل، میرفتم اونجا که دست و بالمو قپونی میبستم، میگفتم بابای این بچه خود ناکسشه. ببین پسر جون، من پیرمرد این شهر تهران رو زیر و رو کردم تا رسیدم تو این مقصد. صلاح نیست که برم این تو، صلاح اینه که تو این گره رو با دستای قشنگت باز کنی. زبون باز کنی، دست ننه بابای رفیقت تو دستاش. واقعا پدر مادرشون میشناسی؟ کی هم چی کاره؟ قرار نیست به کسی دیگه بگم. صلاح نیست، فقط به خودش. آقا اون که اینجا نیز رفته، یعنی این چیزه. اصلا میخواه شما آدرس بدیم ما بیاریم سراغتون. ها چلی بهتره؟ نه، خودم میام سر وقتتون. میام کجا آخه؟ بالاخره همین دورو برا میپلکین دیگه، پیداتون میکنم. فقط تو قول بدی که بیاریش. ببین رفیق فابریک، از منی که ریشامو تبدیل به پشم کردم بشنو. تو این شهر تهران کم پیش میاد که رفیق به حق رفیق اشتفاقت کنه. حواست هست؟ الان این شانس اومده سراغت. رو هوا بقابلش. شاید بتونی رفیقتو عاقبت به خیر کنی. شکلات دوست داری؟ یه دونشو بردار. بردار، ما با هم رفیق شدیم. بر پایین برای اشتیار زود جای تأسف. بشینید. محمد ساسان حاضر. حسن حبیبزاده حاضر. داوود عادلی حاضر. محمد رضا شفا حاضر. سهراب افراز آقای اجازه حاضر. بعد معلم میان سر کلاس؟ تو ترافیک بودیم. برو بشین. معلوم از کجایی؟ سینما بودیم. فیلم دیر شروع شد. بچه هم آرزو خانم گفتش که حتما باید آب پرتقال بخوره. وای های، آرزو خانم کیه؟ یه دختره دیوانه بود. رفت منشون ها چهار شوهر شد. برای تعریف بکنم. تعریف کن دیگه. آبه مهداده. حاضر. تیپشو. اینا رو دیروز خریدم با حاله. خیلی خوشگل شدی. خیلی. این بچه قرتیه با کلاسا.
خواستم یه حرف مهم بهت بزنم. بزن. خب پسره بود دوباره اومد سر وقتم. مون تا خودش تنها نبود. یه پیرمردی عجیب غریبم باهاش بود. خب چی شد دیگه؟ پیرمرد قشنگ فهمیده بود من رفیق باهاتم. پیرمرد کی بود؟ هر کی مهم نیست. حرفش مهمه. درباره چی حرف می‌زد؟ درباره چیز پدر و مادر واقعیت. گفت می‌شناستشون. از من دروغ میگه. شاید هم من رو اشتباه گرفته. بابا مگه تو افراده کوری زمین چند تا اسم سورا به شش انگشتی وجود داره؟ پسر تو چرا اونجا نشستی؟ بودو برو سر کلاس. بودو! آقا ضمانت قبول نیست. حتی اگه پدرش بیاد. مگه چیکار کرده آقای فروزه؟ شیشه های دستشویی شکونده. خب می‌خواسته از خودش دفاع کنه. دفاع با شیشه بشکنه؟ دفعه قبل چی که شیشه های قطار رو شکوند؟ مگه نیومد اینجا با ضمانت اینجا؟ فقط اون فرارش. من سفارش نمی‌شم. نباشه چی هاشم؟ نکنه همونجا باشه. من یه شما تلفنی ازش میگرفتم. گفتم که ندار. هیچ صلاح نیست. صلاح نیست میکرد. خدا کنه همونجا باشه هاشم. خدا کنه. کل شهر رو دنبالت گشته. مطمئن باش منتظرت میمونه. آخه مگه میشه یک کلمه هم نگفت کجا هم؟ چیا؟ همونهایی که خیال میکنه ما هم بابا من. ها؟ نه نه یه کلمه هم نگفت. یه بابا این چقدر این بزارون میره؟ سهراب اگه پدر و مادر واقعی پیداشن الهام و باور چی میشن؟ نمیدونم. حالا هیچی نمیدونم. اصلا بذار بریم برسیم ببینیم پیرمرد راست میگه یا چی. آها چی باید دیگه بگه ها؟ واسه چی؟ واسه اینکه کلیه‌امو در بیاره بفروشه به خارجی پول داشه. واقعا؟ من چه میدونم چرا باید دروغ بگه؟ آقا سر داره میگرده. بلاشه بلاشه رسیم. از کجا میدونی میاد اینجا؟ با همین دوروبر به پلکین دیگه. اون سرم که باش بود تو هم اینجا. چه دروغ بود؟ اوزری که آمده بود دنبالم. گذاشتم دنبالش، تقریبش کردم. اومدم اینجا، لابود پیرمردم هم اینجا. باباشه؟ نمیدونم. شاید هم رئیسشه. خودشه، خودشه. وایسا، آقا بسر. کارت دارم. ببین اون پیرمرده کجا رفت؟ چه میدونم، رفت به کارش. ببین، این همونیه که دنبالش بود. میخواست یه حرف خیلی مهم به این بزنه. خب. لابود میاد. من نمیدونم. برید پی کارتون. من اصول این کارا ندارم. خب بگو کجاست. من خودم به این دنبالش. اگه میدونستم بهتون میگفتم. ببین یه دقیقه ما رو نگاه کن. ما این همه مدرسه در رفتیم که بفهمیم اون مومن چی کار داره. خب من نمیدونم دیگه. اگه میدونستم بهتون میگفتم. الان برید پی کارتون. من اصولتون رو ندارم. از صبح کاسه بینا کردم ایش دخلم نزدم. ببین ما که چیز زیاده نمیخوایم. یه آدرس بده ما بریم. لات بیداد نکنید. من نمیدونم. میدونستم بهتون میگفتم. نمیگی نه؟ میگم بگو. میگم نمیدونم. میگم بگو. چه خبره تو یالف بچه قشقره کنم بخصی سن چارا آروم بگیر. داد نزن. بعدش هم از این بپر. میشه لغمازی رو در رو. چی شده؟ چه جو نمیخوان؟ همش یه سال پرسیدی. همش یه سال پرسیدی. بیم بریم ببینم. بیبریم آبا. بیبریم سر کارت ببینم. بهترین آب هویج بستنی های کره زمین. کم کم بخور دیر تموم میشه. اینجا رو امید کفش کرده. کفش نه کشف. باشه تو هم بابا یه بار با هم اومدیم. با امید رضا یعقوب هم بود. همه پول آب هویج بستنی هاشو من دادم و بازم خورد و خورد. بعد در اومد گفت یه اون 3 تومن هم میخوام. نفله. خیلی خوش گذاشت سهراب. تو دماغ نباش دیگه. یه بارم تو رو میاری. پسره از پیرمرده میترسید که آمانشو نداره.
لابد رئیسشه. به نظر دیارو پدر مادرت از کجا میشناسه؟ همکار بودن دیگه. واقعا؟ هر بار میخوای گول بخوری؟ نه خیرم، کف برای خدا همین بود که نکنه با هم همکار باشن. یعنی مامایی من دست بروشن؟ هاشم هم یعنی جدی جدی من مامان بابا دارم؟ یا مامان بابایی که منو گمم کردن الان هم دنبال من؟ بستنی تو بخور. چرا نمیمد؟ چکار کنیم حالا؟ اون عدس منو بلده، لابد دوباره میده سراغم. اگه اومد سراغم دست از سرش بر نمیدارم. اگه این دفعه اومد سراغه شما رو منم بهش بده، یعنی شما رو خونه الهامینا رو. خودم باید باهاش صحبت کنم، اینجوری نمیشه. کجا میری؟ برم خونه، دیرم شده. آب هویزو تو بخور بعد نمورو دیگه. چیزه نه، خیلی دیرم شده، باید برم. پس بذار منم باید بیام. نه، تایمی الانش هم دیرت شده. اصلا برات ماشین میگیرم برو. اینجا تا خونه که راهی نیستش. میام، اونجا تاکسی میگیرم میرم. نمیخواد. تمی الان هم الهام بابا که سکته نزده باشن شانس آوردی. اصلا بذار برای دوتر ماشین بگیرم که سکته شونو چیز کنی. بذار من در رو باز میکنم، یکم آروم باش. بله بیبول عزیزم، لطفا خودتو کنترل کن، دعواش نکن. نمیتونم بابک. خب بچه همینه دیگه، قرار نیست که همیشه به حرف آدم باشه. بی خود میکنه به حرف من نیست، اصلا چه معنی داره؟ اومد بی تو عزیزم. سلام. سلام. کجا بودی تا حالا؟ با هاشم بودم. با هاشم کجا بودین؟ جواب منو بده. سهراب جان ما نگران شدیم، یه خبری به ما میدادی دیگه. ببخشید نشد. نشد نشد جواب من. میدونی از تا حالا من چی کشیدم؟ کجا بودین؟ با هاشم رفتیم یه جا بستنی خوردیم بعد مدرسه. بعد مدرسه؟ آره. ناظمتون که گفت زنگ آخر تو مدرسه نبودین. چرا دروغ میگی سهراب؟ الهام جان. الهام جان نداره بابک. به من گفته دنبال من نگه جلو در مدرسه که هاشم ال میشه، هاشم بل میشه. گفتم باشه. نگو آقا واسه خودش برنامه داره. کجا بودین؟ اینقدر نگو الهام. سهراب تا نگی کجا بودی یا چرا داری به من دروغ میگی، حق نداری از اون اتاق بیای بیرون. باشه نمیاد بیرون. خب به این میگن کلاش. کلاش بگی. خب بزن دنده، بزن دنده. اینه؟ آه همه خوب. حالا کلاش رو آروم بکن. باشه. بازم آروم بگی. باشه. اینو آروم بگی، اینو آروم بگی. باشه. آه خیلی خوب. دستو برد خودم میتونم دیگه. سبکو یه دور رو یادت بدم. یواش یواش. ادا اصول در روی دل بده یاد بگیر. باشه. بگی گاز بگی. الان بگی. الان اسم چی بود؟ من چی بود؟ یادم. دور بزن، دور بزن. خب یواش آروم برو. باشه. آروم. بیا تعریف میکنیم اینجا. سب کن، روشنش کنم. محکم محکم بزن. نمیتونی. سب کن، سب کن. آفرین. حالا این گاز حرکت کن. آفرین. خیلی هم خوب. خب ترمز بگی، فرمون بکشو. آفرین. ایوالا عاشق یاد بگیری. خب ترمز ترمز.
میگم تو ارباز چرا گازشو میگیری؟ آشم چرا انقدر خرفازی در میاری؟ آوازم نبود دیگه. دل بده خو یاد بگیر. بهم میگن گاز، بهم میگن ترمز، بهم میگن هندل. یه بار بهت گفتم. حالا یه هندل محکم بزن. باشه تو. صبر کن خودم میذارم. چی وایستا؟ برو دنباله او. برو دنباله. برو دنباله من دیگه. برو دنباله. چرا هم چی میکنی؟ برو تو را بازی میدم افتاد. باشه بار رفتم دیگه. باشه تو کمش نگردی. داری با دقت مثلا فوتبال نگاه میکنی دیگه. چند چنده؟ برای چرا با من قهری؟ حوصله ندارم بابک. این حیفه قرم سبزی نیست که اینجور معطل مونده سر میز. برو این بچه رو صدا کن. بیاد با هم شام بخوریم. بعدا در مورد کاری که کرده حرف بزنیم. خودت برو صداش کن. مجبورش کن که بیاد غذا بخوره. بچه هم حتما از گشنگی ضعف کرده تا الان. چشم مادر مهربان. هرچی کار سخت بود از یاد آورد. چشم. فقط یه چیزی. قول بده وقتی که آوردمش بی حساب بازی در نیاری. قول. چقدر این کتاب من دوست داشتم. مثل پسر پیپ بود دیگه نه؟ حال کردی چه خوبی آدم بود؟ اون موقع که این کتاب من میخوندم احساس میکنم که یه گنج بزرگ پیدا کردم که فقط مال خودم. تا ترشو خوندی؟ سه بار. ولی که الله بس واجب شد یه بار با هم که بریم جلوی دانشگاه تهران کتاب فروشیشو ببین. میدونی کجا؟ هم که عکسش انداخته بود 50 تومانی ها دانشگاه خود منم اونجا بوده. بس دوست داری یه روز دوتایی با هم بریم؟ خیلی. سهرو بر اومدن خونه ساعت 9 شب خیلی دیره. اگه منم 9 شب بیام خونه الهام نگرانه منم میشه. چه برسه به توی که البته درسته که تو بزرگ شدی مرد شدی ولی قبول کن هنوز یکم کوچولویی. مادر دیگه نگرانت میشه. حتی قبول دارم اونو الهام هم یکم تون رفت. سهرا باورت نمیشه از نگرانی انقدر تو خونه رو رفت بکنم 4-5 کیلومتری رفت و بعد رفت و بعد رفت و بعد دارت هم بازی میکنی؟ یکی از ها؟ اینه که من استاد دارت هم نگاه کن. میدونی من به الهام گفتم که شاید هاشم حالش خوب نبوده سهرا بردتش با هم دیگه دوری بزنم. میام چطور اصلا هاشا بگی بیاد خونه پیش خودمون چهارتایی با هم بگی بپریم من و تو الهام و هاشا. نمیدونی اصلا اینقدر نگران میشی. سارا الهام دیگه مادرت. میدونی مادر رو 2/3 از زندگیشو نگران بچه هاشو میشه. واسه همین میگن که همیشه مراقب مادرتون باشی قدرشون رو بدونی. قرمه سبزی سرد شد.
دیگه دروغ نمیگم. نگرانت هم نمی کنم. قول میدی؟ باید قول بدی یا؟ قول میدم دیگه کار نکنم از نگران دور خونه را بری. پاش بریم. مرد. نصف شب آروم. خیلی دلمون براتون تنگ شده بود، مخصوصا من. وقتی شما این چند روز نبودین، من جای شما معاون اول انجام دادم. اتفاقا از عصر تا حالا میخوام بپرسم چی کارو کردی، ولی نیستی که. همه کاراتونو کردم، فقط یه چند تا کار جزئی مونده بود. کجا بودی تا این ساعت؟ با سهرابینا. سهرابینا کیم؟ با مامان باباش دیگه. شام دعوتم کردم بیرون. چرا خبر ندادی؟ شب شما بخیر. بایست اینجا ببینم، چرا زنگ نزدی؟ زنگ آخه چیز شد دیگه، خط مشغول بود. خط مشغول بود؟ بله. عجب. ردیفه خیالت راحت. آه خندانم میدونه من با سهرابینا خیلی میپرم. حالا دیگه شبتون بخیر. هاشم بیا اینجا چشمای من نگاه کن. از این به بعد یه هوی دعوت شدم نداریم. قبلش خبر میدی بعد میری. فهمیدی؟ فهمیدی؟ حالا برو. هوای شهر دلگیره، دلم بیتابه